جناح سیاسی فعال در کشور تا چه حد قادر به خلق ایده ها و مفاهیم تازه برای حل مسائل و امیدبخشی به جامعه اند؟ در هفته ای که گذشت، عباس آخوندی وزیر راه صحبت از زوال اجتماعی در جامعه ایران کرد. او گفت واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، یعنی امکان این که مشکلات بنیادین خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد. بیان این سخن و نظر تنها محدود به آقای آخوندی نیست. در سالهای گذشته و به خصوص بعد از نارامی‌های دیماه 96 که بسیاری آن را به یک پیش لرزه تشبیه کردند، کم نبودند ناظران و تحلیلگرانی که نسبت به احتمال وقوع یک زلزله اجتماعی سیاسی هشدار دادند. به گفته این تحلیلگران، ناکارآمدی حکومت در پاسخگویی به مسائل بنیادین و مطالبات اساسی گروهی از شهروندان به تدریج در حال عمیق‌تر کردن شکاف حاکمیت ملت است و حاصل ادامه این روند چیزی جز توقف محتوم شیوه جاری کشورداری نخواهد بود. این سخن را تا چه حد میتوان جدی گرفت؟ این نظر یا فرضیه را در برنامه به بحث خواهیم گذاشت با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از فرانکفورت در آلمان با ماست، همینطور محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دوران با ما خواهد بود، و عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد از شهر پالاتو طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم از هر سه مهمان برنامه. آقای میلانی، شاید حالا تعبیر زوال اجتماعی یه مقدار رادیکال تر باشه، ولی این گزاره که نظام جمهوری اسلامی از پاسخگویی به برخی پرسش‌های بنیادین و مطالبات اساسی جامعه ناتوان هست رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من فهم میکنم حرف به گمان من بدیهی است، به این معنا که کل ساخت جمهوری اسلامی از آغاز توان پاسخ دادن به مطالبات دموکراتیکی که به انقلاب 1979 انجامید نداشت. یعنی این قانون اساسی، مفهوم ولایت فقیه، قدرت مطلق ولایت فقیه با خواستهای دموکراتیک ناسازگار بود و جامعه ایران رو نمیتونست هدایت بکنه. این یک ناهمگانی ساختاری است، ولی در چند سال اخیر در نتیجه این بیکفایتی ها، در نتیجه این حیف و میل ها، در نتیجه سیاست های غلط اقتصادی، در نتیجه گوش شنوا نداشتن برای درد مردم، وقتی که خاتمی میگه که باید آشتی ملی بکنیم، آقای خامنه‌ای تنها جوابی که داره توپ و تشر مطبوعاتش، توپ و تشر محدود کردن این نوع صداست، حتی صدایی که از درون رژیم در میاد. به همین خاطر ترکیب اون به گمان من ناتوانی ساختاری با این ناتوانی سیاست ها مملکت رو الان، مثلا جمهوری اسلامی نیست، مملکت الان در آستانه یک فاجعه سیاسی اقتصادی قرار داره و من نمیبینم در رهبری فعلی بصیرت کافی برای اینکه این مسئله رو درک بکنه. آقای کدیور، در ادامه صحبت آقای دکتر میلانی، من هم معتقد هستم که ما در آستانه یک فروپاشی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی قرار داریم. البته در دهه اول به دلایل متعدد این مسئله چندان برای لااقل افکار عمومی واضح نبود، غیر از در حوزه سیاسی و آزادی‌های سیاسی. اما الان علاوه بر اون، به خصوص بعد از تحریم‌ها و خصوصاً بعد از اعتراض‌های دی 96، ما این صدا رو داریم از میان خود مسئولان، اساتید دانشگاه و کارشناسان داخل کشور هم می‌شنویم. به عبارت دیگر، میزان این بحران‌ها، یا به قول بعضی از اقتصاددان‌های داخل کشور، ابر بحران‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه زیست محیطی و در حوزه سیاسی و فرهنگی، شدت و شتاب اینها متفاوت است. اما در یک کلام میشه ذکر کرد که جامعه و افکار عمومی داره به این نتیجه میرسه که نظام در حل مشکلات بنیادی ناکارآمد است، نه اطلاع علمی دارد، نه توان عملی برای حل این بحران ها داره. من در جزئیات بعدی رو در
نوبت بعدی ذکر خواهم کرد. آقای سرکوهی، خب هم آقای میلانی به خوبی اشاره کردن، هم آقای کدیور به تضادهای گوناگونی که جمهوری اسلامی باش درگیره. من میتونم فقط در آغاز این نکته رو بگم که هر نظامی، حتی نظام‌های علمی، مثلا شما سیستم نیوتن رو در نظر بگیرید یا مثلا نظام‌های اجتماعی سیاسی، اینها به هر حال یه امکانات بالقوه‌ای دارن و بعد همیشه اینها در داستان حرکت با مسائل نو مواجه میشن، مسائل نوعی که مدام متغیر هستن و اینا از امکانات بالقوه ایدئولوژیک، فکری، مکتبی، اقتصادی، سیاسی خودشون بهره میگیرن تا خودشون رو متحول میکنن تا با این مسائل نو پاسخ بدن. اما یک جایی میرسه به خصوص در مورد نظام هایی که مکتبی ایدئولوژیک هستن، مثل نظام شوروی سابق یا نظام جمهوری اسلامی، که این دیگه به اصطلاح مسائل نو چنان هستن که اینها دیگه تمام امکانات بالقوه خودشون رو مصرف کردن و به پایان امکانات خودشون رسیدن و دیگه نمیتونن پاسخ بدن. حالا در مورد به خصوص این قضیه در مورد حکومت های مکتبی، نیمه مکتبی مثل جمهوری اسلامی ها هست که مثلا فرض کنیم اتحاد شوروی تونست اصلاحات خروچف رو تحمل بکنه، نظام رو ادامه بده، اما اصلاحات گورباچوف رو نتونست، چون اون دیگه با چارچوب اون پوسته نظام رو شکست. جمهوری اسلامی هم الان از نظر اقتصادی، یعنی این سیاست اقتصادی رانتی که از آغاز آقای موسوی درست کرد، اون اقتصاد دولتی و بعد اون اقتصاد به اصطلاح خصولتی یا همون خصوصی سازی دوره آقای رفسنجانی که ادامه پیدا کرده تا حالا، این به بنبست های خودش رسیده که یکی از علائمش فساد نهادینه شده است که همه چیز رو متوقف کرده، همه جناح هم بهش مبتلا هستند. از نظر فکری هم بعدا میتونیم اشاره بکنیم که چطور اینا ابتدا با مثلا شعارهای مستضعفان و غیره و غیره ضد آمریکایی آمدن، بعد جنگ شد، بعد چطور شعار سازندگی رو دادن که در و بعد چطور اون به اصطلاح ماشین تولید به اصطلاح مفاهیم در جمهوری اسلامی که اصلاح طلبان حکومتی بودند، اینا مرتب مفاهیم جدید تولید کردن، قبض و بسط شریعت از دل این مردم سالاری دینی را بیرون آوردن، آقای خاتمی آمد 8 سال اما به جایی نرسید و بعد بخش از مردم خواهان عدالت اجتماعی بودند، آقای احمدی نژاد در این معمولا به اصطلاح گرایشات سوسیال دموکرات یا سوسیالیست معرفی میکنند، چون در ایران این سرکوب شده بود، آقای احمدی نژاد پوپولیست به طور پوپولیستی مطرح کرد اما باز اونم شکست خورد و بعد رسیدیم به یک دوره‌ای که حالا میگن اعتدال، یعنی ائتلاف همه گروه‌های اصلاح طلب و نمیدونم کارگزار و اصولگرا و اینا دیگه حرفی از نظر ایدئولوژیک هم ندارن. خود اینا میگن که 70% مردم معتقدن که نظام کارایی نداره و این یعنی اینکه شما نه چشم‌اندازی میتونید تولید بکنید و نه به اصطلاح میتونید مسائل رو حل کنید. حالا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی میشه تک تک صحبت کرد. بسیار متشکرم. آقای میلانی، شما اشاره کردید به اینکه این ماجرا یعنی مشکل ساختاری از ابتدا بوده، یعنی از ابتدای انقلاب بحث قانون اساسی، ولایت فقیه، موارد دیگر مطرح کردید. اگر از ابتدا بوده و اگر 40 سال تا کنون تونسته ادامه پیدا کنه، چرا 40 سال دیگه نتونه؟ برای اینکه جمع اون بحران‌های کوچک الان به یک جایی رسیده که به یک انفجار داره نزدیک میشه و مهمتر از اون به گمان من هم آقای کدیور هم اشاره کردن، جمع این بحران‌ها و جمع این بیکفایتی به یک جایی رسیده که کبیر از لحاظ اقتصادی به تحدی خورده. ببینید مسئله جامعه امروز ایران و مسئله 10 سال آینده ایران یک فاجعه اقتصادی است. شما در هر زمینه نگاه بکنید، این بی‌بصیرتی، این بی‌کفایتی، این سیاست چپو کردن باعث شده که وضع بانکی مملکت در آستانه فروپاشی است. میلیون ها ایرانی بیگناه پولهاشون رو در این صندوق ها گذاشتن که در واقع مراکز چپوی پول مردم بودن. بیکاری، تورم، وضع آب، وضع محیط زیست، وضع عدم جلب سرمایه، تعداد کارخونه هایی که در آستانه ورشکستگی هستند، چشمانداز نفت رو به کاهش هست، قیمت نفت رو به کاهش هست، بیکفایتی در مدیریت وضع گاز در ایران، همه اینا رو که جمع بکنید الان به یه وضعی رسیده این با قول آقای کدیور این اول بحران ها که دیگه راه حلی نداره. مسئله سیاست رو میشه با سرکوب حل کرد یه مدتی، ولی وقتی بیکفایتی، وقتی کفگیر به ته دیگه از لحاظ اقتصادی میخوره، همه مستبدین در تاریخ دیدن، همین در قدرت ترین توتالیترها وقتی که به مسئله اقتصاد برمیخورن چاره‌ای جز تأخیر ندارن، ولی به لحاظ اینکه رهبری فعلی حاضر به پذیرفتن این که مملکت به گل نشسته، اقتصاد در حال انفجار نیست، امکان این که ایران در مفهوم وسیعش
ایران الان 10% جامعه ایران در خارج از کشور هست و خیلی از امکانات برای کمک به حل مسائل اقتصادی وجود داره، ولی ساخت موجود اجازه این کار رو نمیده. ساخت موجود اجازه نمیده که مدیرانی که کفایت دارن، شرکت هایی که همش اینا به گل نشوندن، بیان و کمک بکنن و یک اون مسئله اساسی رو. الان به نظر من مسئله اساسی ایران مسئله اقتصادی است که نتیجه اون در واقع هماهنگی ساخت سیاسی با خواست ملت ایران و با قرن 21. آقای کدیور، شما در ابتدای صحبت اشاره به این کردید که جامعه به این نتیجه رسیده که سیستم یا بسا حاکمیت از پاسخگویی ناتوان هست. اگر جامعه رو در معنای عامش در نظر بگیریم، به هر حال الیت، نخبگان سیاسی هم بخشی از همین جامعه هستن. آیا واقعا چنین هست؟ آیا واقعا همه نخبگان سیاسی، هم از اصلاح طلب، اصولگرا، حالا افرادی که ضرورتا در اون حاکمیت نیستن در داخل ایران، واقعا به چنین نتیجه ای رسیدن؟ نظر ایسپا در خبرگزاری ایسنا انجام داده بود در داخل کشور صورت گرفته و اجازه انتشار پیدا کرده، گواهی میکنه که بیش از 3/4 مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی ناراضی هستند. بعد چند تا مصاحبه و میزگرد توی فضای مجازی منتشر شد که من با دقت گوش کردم. اساتید اقتصاد از اصولگرا و اصلاح طلب در اونها شرکت کرده بودن. مصاحبه های بعضی و سخنرانی های بعضی از همکاران سابق من در دانشگاه تربیت مدرس، همه اینها رو که من به عنوان نمونه کنار هم میگذارم، میبینم میتونم ذکر بکنم که لااقل نخبگان ایران به این نتیجه رسیدند که نظام ناکارآمد هست. اگر ما بخوایم توضیح بیشتری ذکر بکنیم چرا الان این خودآگاهی ایجاد شده و قبلا به این شدت نبود، یعنی قبلا در اقلیتی به این حد از آگاهی رسیده بود، یکی این که اون کاریزمای دهه اول جمهوری اسلامی الان وجود نداره. یعنی اون زمان واقعا برخی فکر میکردن یا افکار عمومی فکر میکردن آقای خمینی توان حل مسائل رو داره، ولی الان میشه گفت که حتی همون اصولگراها هم باور ندارن که آقای خامنه ای و اطرافیان ایشون همچه توانی دارن. عامل دوم اینه که اون زمان شور انقلابی بود، الان اون شور انقلابی میشه گفت که کاملا از بین رفته، چون این شوری وجود نداره. عامل سوم اینترنت هست که خب در یک لحظه میشه اطلاعاتی که سالها پنهان نگاه داشته شده بود در اختیار افکار عمومی قرار میگیره و نمیتونن پنهان کاری بکنن. و نکته چهارم هم این که یه خودآگاهی الان در مغز جامعه ایجاد شده و در نتیجه من میتونم با قاطعیت عرض بکنم هم نخبگان هم افکار عمومی به عرصه به عرصه لمس مشکل، لمس کامل بحران و فاجعه رسیدن. آقای سرکویای، شما همین رو میبینید، این که نخبگان اونطوری که جناب کدور اشاره کردن واقعا به چه نتیجه رسیده باشن؟ من اصولا نمیدونم نخبگان منظور چیست، اما مثلا یک نواری منتشر شده، نوار یک جلسه که انجمن جامعه شناسی و انجمن علوم سیاسی دانشگاه برگزار کردن، یک سری استادان اونجا صحبت میکنن که اینها استادانی هستن که در این حال محقق هستن، یعنی فقط به اکادمیک در عرصه نظر نیستن، کسانی هستن که پژوهش ها انجام میدن و کسانی هستن که از صحبت هاشون معلوم است بعضی هاشون به اطلاعات هم دست، به اطلاعات به اصطلاح حکومتی هم دست، نهادهای پژوهشی حکومتی دسترسی دارن. این نوار رو من واقعا توصیه میکنم هر کسی که میخواد با مسائل ایران آشنا بشه این نوار رو گوش، این سخنرانی ها رو گوش بده. در این سخنرانی ها تصویری که ارائه میشه بسیار به اصطلاح آخرالزمانی تر از تصویری است که ما داریم ارائه میدیم. یعنی اونها میگوین که این نظام در کلیت خودش به بنبست رسیده، ربطی هم به آگاهی و نمیدونم غیر آگاهی و اینکه آگاه هستن یا نیستن نداره، چون اصولا ساختار اقتصادی این نظام و ساختار اجتماعی و به اصطلاح فکری این نظام
دیگه به یک به اصطلاح سطروی کاملی رسیده که هیچ راه حلی نمیتونه از خودش راه بده. ببینید وقتی شما حکومت اعتدال دارید، یعنی بعض این چنان که هست میماند. حالا یک نکته بسیار مهم بگم، چون شما صحبت نخبگان رو مطرح کردید، برای این جنبش شورش های دیما یا خیزش دیما یا هر چی که اسمشو بگذاریم، یک به اصطلاح نقطه عطف، یک نودال پوینت در تاریخ ایران، برای که از 28 مرداد 32 تا حالا برای اولین بار لایه های محروم، کم درآمد، فقیر، حاشیه نشین مستقل حرکت کردن و خواسته های مستقل خودشون مطرح کردن. اینا همیشه کسانی بودن که هژمونی سیاسی و فرهنگی گروه های دیگر رو میپذیرفتن و بعد در اینا به تجربه زندگی در این 40 ساله دریافتن که خواسته های اقتصادی اینا با صد سیاست برخورد میکنه. بنابراین در روانشناسی اینها سیاست و اقتصاد با هم گره خورد، شعارهای مرگ بر فساد، مرگ بر تبعیض با مرگ بر دیکتاتوری عجین شد. این تحول بزرگی که در جامعه ما رخ داده یک زلزله است که این استادا هم میگن. و از طرف دیگه لایه های میان درآمد که تا حالا هژمونی اصلاح طلبان حکومتی رو پذیرفته بودند، مثل خاتمی، مثل دیگران، این ساختار، بنبست هایی که آنان ساخت، بنبست های اقتصادی که ساختار داره، اینها رو به تدریج هل میده به سمت لایه های کم درآمد. و این خطری است که اینا احساس میکنن، چون اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت میشه مقابله اکثریت و حکومت. و بنابراین در واقع این هم یک نقطه انفجاری است که اونجا وجود داره. و یک نکته دیگه هم بگم، الان وقتی ما از اردوی بیکاران صحبت میکنیم در ایران، میگن 12 میلیون زیر خط فقرن، 12 میلیون هم بیکارن، این آمارهای عجیب غریب داره ارائه میشه. وقتی که ما صحبت از اردوی بیکاران میکنیم و کارگران و زحمتکش، توجه بکنیم که ترکیب اینا کاملا متفاوت شده. بسیارشون اغلب دیپلم، خیلی هاشون دیپلم دارن، بسیارشون تحصیل کردگان دانشگاهی هستن. این بیکاران که قرار بود اصلا در لایه‌های میان درآمد به دنیا آمدن، قرار بودن چورای میان درآمد داشته باشن، اما این بحران ساختار اقتصادی که دوستان اشاره کردن، حالا همراه با بحران دیکتاتوری، بحران سیاسی، تضادهایی در قانون اساسی و واقعیت وجود داره، اینها رو داره هول میده به سوی اون اردوگاه. این جامعه در حال یک مثلا نقطه جوشی قرار گرفته، اما حالا این چون آلترناتیوی نیست، جمهوری اسلامی میتونه تداوم پیدا کنه، اما این حسن نیست. چون ما اگر مثلا مقایسه کنیم که اتحاد در شوروی سابق وقتی فرو رفت و آلترناتیوی نبود، چه بحران عجیبی شد، و مثلا مقایسهش کنیم با چکسلواکی یا لهستان که به هر حال یک نوع آلترناتیوی وجود داشت، همبستگی غیره در لهستان، و حالا تفاوت فرهنگی شوروی لهستان نمیخوام نادیده بگیرم، اما به هر حال یک نوع گذار مسالمت‌آمیز معقول رو ممکن کرد. منظورم این هستش که الان جامعه هم نخبه، هم اون چیزی که شما بهش میگین نخبگان، یعنی استادان دانشگاه، کسانی که به تحقیقات دسترسی دارن، کسانی که اطلاعات دقیق دارن، این رو میگن، هم این که خود حرکت هایی که در جامعه داره میشه. ببینین الان خواسته های بسیار مطرح هستش که مثلا که اینا نمیتونه، شما مسئله حجاب در نظر بگیرین، الان مسئله حجاب اجباری. بسیار متشکرم آقای میلانی. حدود یک سال و نیم پیش کتابی منتشر شد تحت عنوان صدایی که شنیده نشد. نمیدونم احیانا ملاحظه فرمودید یا نه، شاید بسیار از بینندگان ما خونده باشن این کتاب رو. در واقع نتیجه تحقیق و مطالعاتی است که در اواسط دهه 50، یک دو سال قبل از انقلاب انجام شده، و اونجا امروز که در واقع خونده میشه، واقعا میبینید که بسیاری از نشانه های وجود یک بحران عمیق اجتماعی اونجا دیده شده، و این مطالعه هست که دستگاه حکومتی اون دوره انجام دادن، یعنی زمان شاه، ولی خب نادیده گرفته شد. یعنی برای همین دلیل اسم کتاب است این که مثلا صدایی که شنیده نشد. الان هم باز یک سری صداها شنیده میشه، یک موردش را آقای سرکوی اشاره کردن، گمانم مقصود ایشون از اون کنفرانس نشستی بود که تحت عنوان نشست بررسی علمی رویدادهای سال 96 در دی ماه 96 بود در دانشگاه تهران. البته خب فقط اون نیست، کنفرانس های دیگری هم بوده و همین هشدارها داده میشه. چرا فکر میکنیم که حاکمیت این صداها رو نخواهد شنید این بار هم؟ برای اینکه حاکمیت به گمان من دوچاره یک انسداده که بخشی از اون انسداد همون انسداد قانونی نهادی نشده است. مفهوم ولایت فقیه نمیتونه یک مفهوم دموکراتیک باشه، برای اینکه ادعای یک در واقع مشروعیت الهی داره، و طرفداران آقای خامنه‌ای در همین چند روز اخیر ادعا کردن که مخالفت با آقای خامنه‌ای مخالفت با خداست. این جوجه ولایت فقیهی ها در امامان جمعه در شهرهای مختلف، امام جمعه رشت، امام جمعه های دیگهی که دستشون رو مردم رو کردن، دیدن در خانه سازی مثلا سر مردم کلاه گذاشتن، اومدن گفتن که انتقاد از
امام جمعه یا نماینده آقای خامنه‌ای در اینجا انتقاد از خداست، انتقاد از امام زمانه. رژیمی که این جور برخورد میکنه با ابتدایی ترین خواستهای مردم، مردم در رشت اومدن گفتن ما خونه به پول دادیم برای خونه، پول دادیم برای مغازه، این آخونده خورده، جوابشو کی بده؟ در مشهد میگن ما پول گذاشتیم در این قرض الحسنه ها خورده شده، طرفداران آقای خامنه‌ای به اسم آقای خامنه‌ای خوردن، یا خود آستان قدس رضوی، شرکت های وابسته با آستان قدس رضوی خورده، کی پاسخگوی اینهاست؟ وقتی رژیم از یک ساختار پاسخگویی و مسئولیت پذیری خارج میشه، اونچنان که جمهوری اسلامی خارج شده، توان شنیدن این صداها رو نداره، به خصوص که آقای خامنه‌ای هم تمام مدت در پی یافتن توطئه هستن، یعنی تمام مدت فکر میکنه که هر صدایی صدای توطئه است. شما روزنامه کیهان رو بخونید، نظرات ایشون هم در سخنرانی‌های خودشون منعکسه، هم در این مطالبی که در کیهان نوشته میشه. یک ذهن بیمار توطئه بین هست که حاضر نیست بپذیره که در مملکت یک بحران جدی هست. بسیاری از این نکاتی که الان در این سخنرانی‌های اخیری که آقای سرکویی بهش اشاره کردن، سه سال پیش آقای رنانی در اصفهان در یک سخنرانی واقعا درخشانی که آقای خاتمی هم در اون جلسه بوده، گفته مملکت در حالت انفجاره و امکان اصلاحش هم نیست. پاسخش چی بود؟ خاتمی رو ممنوع تصویر کردن. به همین خاطر من خیلی متاسفانه امکان حل این مسئله رو نمیدم. به علاوه یک دلیل دیگری که واقعا نگران کننده است اینی که این بیکفایتی ها، این حیف و مل ها یه فرصت تاریخی رو از ایران سلب کرد. ببینید در دوران احمدی نژاد، رئیس جمهور منصوب و برگمارده آقای خامنه‌ای، 700 میلیارد دلار، یعنی چیزی نزدیک به 60% کل درآمد نفت تاریخ ایران به دولت ایران آمده. به گفته خود آقای روحانی صفر بوده نتیجه اقتصادی از لحاظ کارآفرینی. دلیلی که الان حل نمیشه مسئله بیکاری در ایران، دلیلی که 60% زنان فارغ التحصیل دانشگاه بیکار هستن، به خاطر اینکه اون فرصت تاریخی سقط شده. دو فرصت تاریخی این رژیم از ایران گرفته. یکی 1979. 1979 یک مملکت صحیح و سالم رو با 90% حمایت مردم، با 24 میلیارد دلار ذخیره ارزی در خارج تحویل آقایون دادن. ببینید چی کارش کردن. فرصت دوم دوران احمدی نژاد، در اون زمان بود که با اون 700 میلیارد دلار میشد این کشتی به گرنشسته رو حل کرد، همه رو حیف و میل کردن، دکل رو با جاش خوردن، نفت رو با آقای دزدی هایی که خودشون الان دارن میگن، اون فرصت رو بازیافتن، اون 100 میلیارد رو بازیافتن، به نظر من کار بسیار دشواری است، حتی اگر گوش شنوا باشه. آقای کدیورد، جناب میلانی اشاراتی گفتن، یه مثال هایی رو که خب میتونه روشنگر باشه اگر یه مقدار بحث و مستاقی تر و عینی تر بتونیم پیش ببریم، ممنون خواهم شد. منتها یه نکته هم آقای میلانی در هم در ابتدای صحبت گفتن و هم الان اشارات کردن به در واقع نهاد ولایت فقیه و شخص رهبری آیت الله خامنه‌ای، به اینکه در واقع ایشون هست که یه مقدار یه سدیدی به اصطلاح ایجاد کرده. آیا واقعا مشکل در ساختار هست یا در فرد یا احیانا در هر دو؟ در هر دو. البته مشکل اصلی در این که روی این صندلی ولایت مطلقه مادام العمر وزارت ناپذیر سکون هر کسی بنشیند سرنوشتش به همین جا میرسد که ما الان رسیدیم. این نهاد ام المصائب و ام الفساد مشکلات و بحرانهای جمهوری اسلامی است. اما من میخوام نکته اضافه بکنم در مورد ولایت نهاد ولایت فقیه. فراوان نوشت، کتاب نوشتم، مقاله نوشتم، اما این نکته میخوام در پاسخ سوال شما که مصداقی‌تر هم باشه اشاره کنم، اون اینه که یکی از مسائلی که آقای خامنه‌ای شاید در این زمینه بیشترین سهم رو داره ستیز با علوم انسانی است. یعنی دشمنی، نه فقط دشمنی با افراد، دشمنی با دانشی به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی. کسی که میخواد ابر بحران‌های ایران رو حل بکنه یا تحت نظارت او حل بشه، میباید اطلاعات
حداقلی از جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی سیاسی، آمار و مانند این علوم داشته باشه یا اطرافیانش حداقل داشته باشن تا بتونن مشکل رو بفهمن. من فکر میکنم هیئت حاکمه جمهوری اسلامی حتی به این سطح از فهم و شعور نرسیده که بتواند بفهمد جامعه ایران با چه مشکلاتی مواجه است و این مشکلات چگونه قابل حل است. یه مثال میزنم، همین دیروز روز گذشته علی اکبر ولایتی دست راست آقای خامنه‌ای 13 سال وزیر خارجه بوده توی این مملکت، میاد ذکر میکنه وقتی که حسن روحانی بالاخره اقرار میکنه که ما علوم انسانی اسلامی نداریم، میاد ادعا میکنه که نه خیر ما داریم، نه تنها اینو داریم بلکه ما فیزیک و مهندسی و پزشکی خدایی و غیر خدایی داریم. آقا پزشک متخصص اطفال هست، حالا در نظر بگیرید وزارت خارجه ایران رو سالها اداره کرده، حالا هم داره در حوزه‌ای سخن میگه که کاملا دور از آبادی هست. از این اظهار نظرهای کاملا غلط و جاهلانه و مبتنی بر نادانی مطلق ما فراوان از مسئولین جمهوری اسلامی شنیدیم. درست اشاره کردن اقتصاددانهای ما 50 تاشون چندی پیش، مدتها پیش نامه نوشتن که آقا اقتصاد ایران در حال انفجار هست، ما باید حداقل تو اتحاکمون کسانی باشن که بفهمن انفجار در اقتصاد یعنی چی، که با اقتصاد مقاومتی و بخشنامه رهبری مسائل اقتصادی حل نمیشه. مشکلات کارگری، هر روز دیروز کارگری آمده خودکشی کرده به دلیل عقب افتادن معوقات خودشون. رهبری آخرین سخنرانیش که دو سه روز پیش منتشر شده میگه که دشمن در میان کارگران ما داره توطئه میکنه. خب نمی متوجه نیستن که آیا کارگری که چند ماه حقوق و معوقات خودش رو نگرفته چطور میتواند فریاد نکنه، چطور میتونه اعتراض نکنه؟ اعتراض در هر جای دنیا قانونی است. آقای سرکوهی، در ابتدای بحث در همه صحبت همه دوستان در واقع نکات مهمی مطرح شد، فهرستوار اگه بتونیم رو یه مقدار بازتر بکنیم. شما جناب سرکوهی اشاره کردید که موتور تولید مفاهیم به یک معنا متوقف شده در هر دو جناح عمده در واقع سیاسی کشور، این رو اگر بشه یه مقدار بازتر. من این رو میگم فقط یه توضیح بدم که مسئله این هستش که ساختار اقتصادی که در ایران هست، اقتصادی که مبتنی بر توزیع درآمد در یک سیستم رانتی هست و همه در سهیم هست، اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و خامنه ای و روحانی و چه و چه و همه اینها، این سیستم اگه بخواد تغییر، این سیستم باید تغییر بکنه، این نظام اقتصادی باید از بن تغییر بکنه، یک نظام اقتصادی سالمی مبتنی بر تولید و توزیع و خدمات و کالا به وجود بیاد. اما همه اونجا منافعشون اینه که این سیستم برپا، یعنی صحبت منافع هست، صحبت شوخی نیستش. یا مثلا وقتی شما میگید کارگران خواسته هایی دارن، خب بله، اما کارگران باید اتحادیه داشته باشن، سندیکاهای مستقل داشته باشن، احزاب مستقل داشته باشن، آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشه، غیره غیره. و همه اینها یعنی چهار پوسته نظام جمهوری اسلامی میشکنه. مسئله این هستش که یک زمانی میشد اصلاحاتی کرد، پوسترم حفظ کرد، اما الان دیگه به وضعیتی رسیده که هر نوع اصلاحات واقعی پوسته نظام رو در هم میشکنه. اما در مورد موضوعی که شما گفتین، ببینین مسئله این هستش که هر نظامی، حالا جناح‌های مختلف حکومتی، همیشه یک مفاهیمی رو ابداع میکنن، یک برنامه‌های سیاسی رو ارائه میدن و بعد گروهی از مردم، لایه‌هایی از مردم رو امیدوار نگه میدارن، چشمنداز به اونها میدن، آینده به اونها میدن و بعد اونها رو در حرکت‌های خودشون سهیم میکنن. آقای خمینی به هر حال مثلا چه میگم اکثریت مردم ایران رو با استقلال، نمیدونم جمهوری اسلامی که بخش عظیمی ازش عدالت میفهمیدن، البته بخشی هم ازش مثلا ما میگیم حکومت وحشت میفهمیدن، یعنی سنت میفهمیدن. حالا به این بحثا کاری نداری، به هر حال منظورم این که اون توانست مثلا یک چشماندازی به جامعه بده. حالا این چشمانداز آمد در قانون اساسی تبدیل شد به باز به نظر من به وحشت، به ستم، به دیکتاتوری، اونطور که آقای میلانی اشاره کردن درست است، اما به هر حال او چشمانداز رو خلق کرد. بعد ما میبینیم که جنگ شد که کشور حالت دیگری داشت، بعد آمد این دوره ای شد که آقای رفسنجانی من گفت من میخوام سازندگی بکنم بعد از جنگ. خب این سازندگی یک امیدهایی رو به وجود آورد در دل لایه های مختلف مردم، اما این سازندگی عملا هیچ چیزی نبود جز غارت ثروت و منابع ملی به سود اطرافیان آقای رفسنجانی و به سود کل به اصطلاح کارگزاران و اون به اصطلاح حکومتی ها و البته سر بزرگی هم به سپاه و غیره. یعنی هر دو جناح از این خصولتی سازی آقای رفسنجانی سود سرشار بردند و
اقتصاد ایران داغون شد. همون موقع عزت الله صاحبی نامه‌ای نوشتن، یه اعتراض کردن، انتقاد کردن به این برنامه از درون رژیم، از دل رژیم با دلسوزی دیگه. آقای عزت الله صاحبی بر یارانش آقای رفسنجانی گفت بگیرین روشون رو کم کنین، بردن کتکشون زدن به مصاحبه تلویزیونی که شد. بعدش ما وقتی که این سازندگی شکست خورد در دوره دوم آقای ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، شورش‌های بزرگ شهری شد، چون نارضایتی ها گسترده شده بود از این وضعیت شکاف فقرانا. بعد آمدن چه کردن؟ بعد اومدن بله یک عده آمدن از حلقه ایتیان قبض و بست شریعت رو چیز کردن، مطرح کردن قرائت‌های مختلف دین رو و مفهوم مردم سالاری دینی رو از او استخراج کردن. آقای خامنه‌ای اومد آقای خاتمی مطرح کرد و لایه‌های مهمی از مردم رو 20 میلیون رأی دوم خرداد رو جذب کرد، برخلاف نظر اصولگراها که اونا دیگه عقیم شده بودن، هیچ مفهومی نمیتونستن ارائه بدن. اما این هم 8 سال تجربه شد و شکست خورد. همونطور بعد البته لایه های مردم عدالت اجتماعی میخواستن، آقای احمدی نژاد بر پایه این خواست مردم رأی آورد، حالا و مردم امیدوار بودن که این کارها رو بکنه و البته اونم در این سیستم اقتصاد رانتی نمیتونست و خودشم نمیخواست، چون خودشم یکی از اون صاحبان منافع بود آقای میلاری به خوب دادن. اما حالا وقتی که هم اصلاح طلبان حکومتی، هم کارگزاران، هم اصولگرایان همه آمدن میگن اعتدال، و وقتی ما اعتدال آقای روحانی نگاه میکنیم به جز قضیه برجام، اون سیاست های داخلی در زمینه اقتصادی اینا هیچ چیزی نیست جز ادامه سیستم رانتی، اون هم در وضعیتی که دیگه اقتصاد ایران به زمین خورده و نداره. و یک نکته من بگم، یکی از دلایلی که اتحاد شوروی سقوط کرد، همه میگن، حالا من متخصص آقای میرانی در زمینه متخصص است کاملا، هزینه نظامی بود که بر او تحمیل شد و دخالت در افغانستان. حالا جمهوری اسلامی با این وضعیت بحرانی اقتصادی با یک مسابقه تسلیحاتی با عربستان شروع کرده، من کاری ندارم که این درست است غلط است، من میخوام چیز دیگری بگم. نتیجه اون چه درست باشه چه غلط باشه، بودجه عظیم، مثلا هزینه عظیمی رو بر بودجه ایران تحمیل میکنه. این هزینه عظیم حالا باید میتونن صاحب نظران بحث کنن منافع ملی هست یا نیست، من نمیگم، اما به هر حال یه تأثیری میگذارد و اون تأثیری این است که اقتصاد داغون تر میکنه. بسیار متشکرم. آقای میلانی، آیا توافق دارید با نکته‌ای که آقای سرکوهی اشاره می‌کنن، یعنی بحث رو در هر دو طرف ماجرا، هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان، چون به هر حال اصلاح طلبان یک آلترناتیوی به یک معنا در داخل هستند، بدون تردید قدرت بسیج اجتماعی دست کم در موارد انتخابات رو هم دارا هستند، شکی در این نیست، ولی آیا فکر میکنید اونجا هم باز این عجز و ناتوانی وجود داره از پاسخگویی به مسائل بنیادی؟ من فکر میکنم متاسفانه وجود داره و برخورد بیش و کم همه اصلاح طلبا با این حرکت مردم در دی ماه نشون میداد که اونها یک بن‌بست فکری دارن، یعنی عدم توانایی اونها در پذیرفتن سرشت واقعی و اصالت این حرکت نشون میداد که نمیتونن واقعیت رو ببینن. این صحبتی هم که شما نقل کردید از این وزیر آقای روحانی مصداق دیگری از همین ناتوانی است. مسئله جامعه امروز ایران جامعه به طور کلی نیست، مردم ایران ژنشون که تغییر نکرده، حالا بعضیا ژنشون خوب بوده اومدن لپتولیز کردن پولدار شدن، ولی ژن جامعه ایران که تغییر نکرده. جامعه ایران یه جامعه بسیار بسیار اتفاقا بالقوه شکوفایی است. این نظامه که به بن‌بست خورده و آقای وزیر و آقای روحانی و اصلاح طلبا در داخل کشور به این به نظر میرسه توافق رسیدن که همه حرفا رو بزنن، به غیر از همون حرفی که آقای کدیور زد، ام الفساد کجاست، منشأ مسئله کجاست. حاضرن به همه بد بگن، به ملت ایران بد بگن، بگن ملت ایران به زوال فرهنگی رسیده، ولی حاضر نیستن بگن که در رأس قدرت یک نهادی نشسته که حتی حاضر نیست بپذیره که مملکت رو به این بن‌بست رسونده، حاضر نیست همین الان بپذیره که همونطوری که آقای کدیور گفتن اقتصاد مقاومتی یعنی چی، یه سری شعار توخالی برای حل یک مسئله واقعا تاریخی. مسئله آب ایران مسئله جدی نیست، فردا آقای کدیور رو بذارن رئیس جمهور مملکت مسئله آب ایران رو نمیتونه حل بکنه، برای اینکه اینها یک میراث 3000 ساله رو از بیکفایتی به باد دادن. اونه که باید براش یک فکر به نظر من جدی کرد. اتفاقا بحث راه حل مهمه، راجبش صحبت میکنیم، ولی آقای کدیور یه نکته ای که حالا هم در صحبت هایی که شما الان اشاره کردید
این معنا مستفاد میشد ازش، هم در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردید، یعنی اونجا لبه تیز انتقاد شما متوجه اصلاح طلبان هم هست، در این معنا که میگید حتی اونها هم راه حلی ندارند. همینطوره. ببینید مشکل در اینه که ما سه تا مسئله اساسی در ایران داریم برای حل، برای این یک بیماریه. برای حل این بیماری، برای درمان این بیماری، ما ابتدا باید اونو به رسمیت بشناسیم. این سه تا مسئله اساسی، یکیش ولایت فقیه که همه ما اشاره کرد، دیگریش مسئله حکومت دینی و مبتنی بودن قوانین بر شریعت هست که از دل این نظارت استصوابی، فقهای شورای نگهبان، دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم در میاد، و اصل سوم که باز جزء مهم زیرپایه زیربنای همه این مشکلات هست، تبعیض نهادینه هست که در قانون اساسی درباره زن و مرد، درباره شیعه و سنی، درباره اقلیت‌های مذهبی مشاهده میشه. سوال اصلی از جناح‌های داخل حکومت، هم از اصلاح اصولگرا و اصلاح طلب اینه، آیا شما اذعان دارید به این سه تا مشکل اصلی که همه مشکلات بعدی ما ناشی از این سه مشکل اصلی است؟ ولایت فقیه، حکومت دینی، تبعیض ساختاری. وقتی به ادبیات دوستان اصلاح طلب مراجعه میکنیم، میبینیم متاسفانه اینها درباره هر مسئله اظهار نظر میکنن، هر مسئله روبنایی رو نقد میکنن، اما وقتی به زیربناها میرسن سکوت کردن. درباره ولایت فقیه ساکتن. درباره این که این احکام شرعی که فهم فقهای گذشته هست توان حل مسائل امروز رو نداره و اینها اصلا نمیتونه قانون باشه. قانون اونیه که مجلس تصویب میکنه با توجه به موازین حقوق بشر و حقوق بین المللی. خب هیچ کدوم اینها رو اینها رعایت نمیکنن. در مورد تبعیضها میرسیم. ببینید مسئله حجاب اجباری الان شده یک معضل اجتماعی. اکثریت مردم ایران اگر رأی گیری صورت بگیره، رفراندوم صورت بگیره، با این مسئله مخالف هستن. اون وقت ما میان میبینیم که نیروی انتظامی میاد اظهار نظر کاملا خلاف قانون میکنه، قانون ظالمانه خودشون گذروندن که مثلا این 3 ماه زندان داره و این مقدار 50,000 تومان جریمه داره. حالا میاد به مسئله فساد استناد میکنه نیروی انتظامی که 10 سال زندان داره و وثیقه‌ای هم که صادر میکنن مبتنی بر اون هست. نیروی انتظامی اینقدر عقل و شعور نداره که زنی که، دختری که روسری از سرش برمیداره، تو اگر اطلاق فاسد به او بکنی این تعذیر داره، حتی بر اساس مبانی فقهی و شرعی. قوه قضاییه اینجا ساکته، رهبر نمیفهمه، مراجع تقلید هم دقت نمیکنن، متوجه نیستن که اگر شما اکثریت جامعه رو، اکثریت زنان جامعه رو به فساد متهم بکنید، خود این چه فساد بزرگی در جامعه ایجاد میکنه. وقت اصلاح طلبها در مورد این چه کردن میتونم عرض بکنم؟ در مورد 3 مسئله اصلی، 3 مسئله مشخص و شفاف ساکت بودن، بنابراین نمیتونن، نتوانستن راه حلی برای مسائل و مشکلات فعلی ما ارائه کنن. آقای سرکوی، اصلاح طلبان نتوانستن، نخواستن، هرچه اصولگرایان هم که خب طبیعتا همدلی زیادی با این نکاتی که اشاره کردید شماها ندارند، راه حل چه هست؟ ببینید نخواستی که اصلاح طلبان یادون باشه که از این مثلا در قدرت و ثروت همیشه سهم داشتن و اگر اینا میگن نظارت استصوابی شورای نگهبان بره، نظارتشو ولی خواهان هستن. چرا؟ چون رقبای اصلاح طلبان، یعنی نیروهای لیبرال، نیروهای ملی، نیروهایی که معتقد به جدای دین از حکومت هستن، چپ‌ها و غیره، اینها حذف بشن. یعنی اونها همیشه سود بردن از حذف فکری و فرهنگی به اصطلاح رقبای فکری خودشون. دوستان سرکوی ببخشید، حداقل در دهه 70، یعنی انتهای دهه 70، دور اول آقای خاتمی این بحث مطرح بود، یعنی مخالفت جدی داشتن اصولگرایان با نظارت استصوابی، ببخشید اصلاح طلبان، ولی زورشون نرسید دیگه. واقعیت اینه، من عرض کردم اینا فقط با نظارت استصوابی مخالفن، با کل نظارت شورای نگهبان مخالف نیستن. چیزی که آقای کدیور میگه اینه. اصلا مسئله این هستش که اصولا چیزی به نام شورای نگهبان که بگه کی کاندید بشه کی نشه ما نباید داشته باشیم. یک. دو، این به اصطلاح این که قانون، هر قانونی باید تطبیق بکنه با اسلام، که وقت لازمش یک کسی میشه که تشخیص بده آیا تطبیق میکنه یا نمیکنه، این باید منتفی بشه. و بعدم اون مسئله ولایت فقیه و خیلی چیزهای دیگه که در قانون اساسی هست. حالا اصلاح طلب ها، من خواستم به این نکته رو بگم که اینا سود میبردن از تبعیضی که حاکم بود. چرا؟ چون یکی از تبعیضا این بود که مثلا هیچ وقت چپ ها نشریه نداشته باشن، هیچ وقت لیبرال ها نشریه نداشته،
باشن، هیچ وقت وارد مبارزات انتخاباتی نشدن، غیر و غیر، این به سود اصلاح طلبها هم بود. اما راجع به سوال شما که گفتین راه حل گفتین شما، درسته؟ راه حل بله بله. ببینین من موظف نیستم اصلا به این فکر نمی کنم که برای یک حکومتی که به بنبست رسیده و راه حلی نداره راه حل. یکی از این استادا یا در یکی از همین سخنرانی ها جمله میگه خیلی جالب، میگه شما میگید فیل رو چگونه میشه سوار پراید کرد؟ نمیشه. اگه فیل رو قطعا بکنی جا در یک ماشین کوچک نمیشه. با این ساختار اقتصاد رانتی، با این ساختار حقوقی، با این ساختار سیاسی که دوستان تشریح کردن و با این سیستم تبعیض و با این به اصطلاح اقتصادی که فقط یک، ببینید خود اصلاح طلب ها وقتی که پسر آقای عارف اونطوری رو شد، وقتی که نمیدونم انواع پرونده اینا رو شد، معلوم شد که خود اینها هم به اندازه اون سرگیرها در فساد اقتصادی نشن، چون این سیستم اصلا فساد ساز هست، فساد نهادینه و فساد نهادینه مانع سرمایه گذاری میشه، مانع توسعه میشه، مانع پیشرفت میشه و همه اینا. دیکتاتوری تا وقتی که شما احزاب سازمان های سیاسی نباشن، اتحادیه ها نباشن، سندیکا ها نباشن، گروه ها و اقشار مختلف مردم از نتونن در سازمان های مستقل خودشون از منافعشون دفاع بکنن و در این حال به همگرایی برسن، به توافق برسن، تا وقتی اینا نباشه در این ساختار راه حلی نیست. خطر در اینجاست که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه سرکوب سیستماتیک کرده همه آلترناتیو های سیاسی رو از بین برده، البته فکری رو نتونسته از بین ببره، چون روشن فکری ایران در داخل کشور هم مرتب به اصطلاح باز تولید داشته، اما سازمان های سیاسی مخالف رو از بین برده یا اونا هم اشتباهات کردن شکست خوردن. حالا به هر حال ما اکنون یک آلترناتیو سازمان یافته ای که بتونه به اصطلاح مردم، بخش های از مردم رو نمایندگی بکنه و یک به اصطلاح گذار معقولی رو به دموکراسی ممکن بکنه نداریم. در چنین حالتی من هم اول صحبت عرض کردم، ما یا مثلا در لهستان اون همبستگی اتحادیه کارگری همبستگی اون چنان مرجعیتی پیدا کرد که تونست این گذار مسالمت‌آمیز را از دیکتاتوری به دموکراسی ممکن کنه. در شوروی وجود نداشت، شوروی فرو پاشید و سالها به اصطلاح دچار هرج و مرج وحشتناکی شد که بعدم حالا بعدا به تدریج خودش رو حالا که یه سیستم مافیایی هستش. نه اینکه حالا منظورم این هستش که در نظام جمهوری اسلامی چون این آلترناتیوی در داخل کشور وجود نداره که مرجعیت داشته باشه، اتوریته داشته باشه، لایه‌ای از مردم حرفش رو بپذیرن، چون برای این هم یه حدی از آزادی لازمه. بنابراین راه، اما در درون این چارچوب راه حل نداره. شما یک سیبی سر درخت هست، یا به موقعش میچینی میخوری و ازش لذت میبری، یا اینکه انقدر میمونه اونجا که گندیده میشه و پوسیده میشه و فرو میفته، اون وقت وحشتناک خواهد بود. متشکرم آقای سرکوهی. آقای جناب سرکوهی عذر میخوام، آقای میلانی آیا چنین هست؟ یعنی بحث این که به هر حال این میوه یا میرسه به موقع و استفاده میشه یا خواهد افتاد، آیا در واقع ما با یک بنبستی روبرو هستیم که نتیجه محتوم و مقدرش فروپاشیه، یا اینکه نه به هر حال آدم‌ها، افراد فاعلیت دارن، عملیت دارن و میتونن متفاوت بکنن و آیا چنین فرجه و امکانی شما میبینید؟ راه حل به یک معنا. ببینید اون میوه فاسد ساختار موجوده، ولی میوه زنده و اونچه که من بهش امیدوارم جامعه ایران در مفهوم وسیع کلمه است، یعنی هم جامعه ایران در داخل هم جامعه ایران در خارج. هنوز به گمان من اون فرصت کاملا سقط نشده. اگر بسیار مهمی است و احتمالش خیلی ضعیفه، اگر اینها بفهمن که کشتی رو به گل نشوندن و بفهمن که عاقل تر از اونها هست در جامعه ایران، خرد جمعی ایران خرد درخشانی است، مطالبی که از ایران در میاد، مطالبی که از ایران در خارج در میاد، از نوشته های آقای کدیور بگیرید تا مجله هایی که در داخل میاد، از کل توان اقتصادی ایرانی ها در خارج بگیرید، اینها میتونن اگر یک در واقع میثاق تازه ملی ایجاد بشه، رژیم بفهمه که نمیتونه مسئله جامعه رو حل بکنه، اینها ممکنه بتونن یه راه حلی پیدا کنن که این بحران عظیمی که در راه هست، این در واقع سقوط اقتصادی که در راه هست، این ازش احتراز بشه و یه راه حلی با زیان کمتر برای جامعه ایران پیدا بشه. ببینید من گفتم اینها 700 میلیارد دلار رو در دوران احمدی نژاد حفظ کردن، یعنی شما تصور میکنید که هر راه حل وجود داره، هر چند بارم به تاکید گفتید که ممکن هست، یعنی ممکن هست که این اتفاق. آقای کدیور امیدواری انتهای برنامه است. من
امیدوارم، منم مثل آقای دکتر میلانی به مردم خودمون امیدوارم، به نخبگان ایران امیدوارم و معتقد هستم کافیه به صدای اونها گوش داده بشه. ببینید رجوع به افکار عمومی یا همه پرسی یعنی امیدواری به حل مشکل، مشکل درونزا و داخل کشور. اگر افراد داخل کشور، ایرانیان ما میفرماد راه حل، ببینید افرادی مثل ابوالفضل قدیانی، مثل نرگس محمدی که اینها داخل زندان که بودن هم ولایت فقیه و نظام فاسد رو نقد کردن. اگر ما 10 تا از اینها، 100 تا از اینها داشته باشیم، مطمئنن حکومت نمیتونه در مقابل اینها مقاومت بکنه. عرض من خدمت دوستان دیگه اینه که پشت اینها رو خالی نگذارید، شما هم مثل اینها اعتراض بکنید. اعتراض اینها معنی داره، در جوانها امید ایجاد میکنه. اما من این نکته رو عرض بکنم، ببینید این ساختار ساختاریست ناتوان و فاسد، ناتوان و نادان و فاسد، هر سه ویژگی رو با هم دیگه داره. اگر قرار است این سه تا ویژگی که ذکر کردم رو، یعنی ولایت فقیه، حکومت دینی و تبعیض ساختاری، حفظ بشه، این نظام اصلاح ناپذیره و نمیتونه صدای مردم رو بشنوه. اما اگر از این سه تا خصیصه خودش گذشت که خیلی بعیده، در اون صورت همین نخبگان ایرانی مطابق همین مطلبی که آقای دکتر میلانی هم اشاره کردن و با پشتوانه مردم میتوانند همه این مشکلات را حل بکنند. من به هیچ وجه ناامید نیستم، اگه ناامید بودم فعالیت نمی کردم. معتقد هستم این صدا انشاءالله شنیده میشه و مردم مثل این اعتراضهای دی 96 منتها با شکل مسالمت‌آمیز و مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی میتونن کشور رو، جامعه رو به پیش ببرن. آقای سرکوهی، اگر مفروضات رو بپذیریم، یعنی صحبتهایی که اشاره شد رو، پیشفرض ها رو بپذیریم، بسیار خوب، نکاتی که اشاره کردید درست است. نه شما، مقصودم همه دوستان. 40 سال زمان عجیب غریبی نیست وقتی در ابعاد تاریخی نگاه بکنیم. در تاریخ نظام هایی بوده که به مراتب چه بسا غیر ناکارآمدتر از نکاتی بود که، یعنی مواردی که شما گفتید هم بوده، ولی 40 سال که سهل 100 سال هم ادامه پیدا کرده. عرض کنم خدمتتون، نخست بگم که من فکر میکنم آینده ایران در گرو مبارزات لایه های بخشار گوناگون جامعه است، مبارزات مستقل از حکومتی که اینها به تدریج از دل خودشون سازمان ها و نهادهای خودشون رو به وجود میارن. و این اون سازمان ها و نهادهایی که از دل مبارزات لایه های مختلف مردم در داخل کشور به وجود خواهد آمد، اونها میتونن زمینه گذار گذار به دموکراسی باشن در ایران. اما اینکه گفتین که بنابراین من به اون حرکت مردم، به جنبش ها، شورش ها، اعتراض ها معتقدم و معتقدم که اینها به اصطلاح به تدریج بزرگتر و بیشتر و بزرگتر و بیشتر میشن و از دل خودشون هم نهادهای خودشون رو بیرون میرن. ما نیاز نداریم کسی برامون بره به اصطلاح شخصیت بسازه یا نهاد درست کنه یا اینا. اما یعنی نهادی که از دل مردم بیرون نیامده باشه و از دل مبارزات بیرون نیامده باشه طبیعتا نمیتونه نهاد مردم باشه، باید اون سخنگوی مردم باشه. اما در مورد سوالی که گفتین، بله، حکومت هایی بودن که 2500 سال هم سلطنت دوام آورد، نمیدونم حکومت هایی بودن که بیشتر از 40 سال فاسد بودن، ناتوان بودن از حل مسائل خودشون. اما ما الان در عصری زندگی میکنیم که میگن در ایران نمیدونم 500 هزار کانال تلگرام وجود داره، 100 میلیون نمیدونم موبایل وجود داره، دوستان اشاره کردن، و بعد هم بحران با ضرب آهنگی شتابناک داره پیش میره، اوضاع جهانی هم وضعیت خطرناکی داره، میدونیم دیگه چه وضعیتی داره، ایران در محاصره است. به هر حال منظورم اینه که در گذشته ممکن بود، اما ما دیگه در گذشته زندگی نمی کنیم. ما در یک دوران پرشتابی زندگی می کنیم که این دوران پرشتاب شتابش رو بر همه تحولات، چه ما بخوایم چه نخوایم، تحمیل می کنیم. آقای میلانی، آیا شما به هر حال نگاه تاریخی دارید به بسیاری از مسائل؟ اشاره کردم شما طبیعتاً به مراتب بهتر از من میدونید، یعنی به هر حال در گذشته نظام‌هایی بودن که بسیار هم دوام آوردن، هرچند ممکنه که مشخصه‌هایی که اشاره کردید همشون در اونها بوده، ولی آیا نکته‌ای که آقای سرکوی اشاره می‌کنن که شرایط تاریخی، شرایط امروز کاتالیزور یا به شتاب دهنده در واقع هست، چنین هست؟ یعنی یک نوع تقدیر تاریخی ما داریم میبینیم در قضیه.
من فکر میکنم شتاب تغییرات امروزه حتما سریعتر از گذشته است، برای اینکه امکان ارتباطات بیشتر هست، امکان خبررسانی بیشتر هست، امکان کسب معرفت بیشتر هست. و به گمان من دوباره دلیل اینکه وضع موجود قابل دوام نیست اینه که نوع بحران با بحرانهایی که با زور و با تشر و با فتوا میشه حل کرد فرق میکنه. بحران فرهنگی رو میشه مثلا با زور حل کرد. میتونید شما یه آدم بیخرد جاهلی مثل حداد عادل رو مسئول این بکنید که برای تمام دروس مملکت سرفصل تعیین بکنه، همونطوری که اشاره شد. میتونید یه کسی مثل ولایتی رو بذارید در رأس امور و ادعا بکنه که ما چیزی به اسم پزشکی اسلامی داریم، در حالی که همه رهبران وقتی که مریض میشن به جای پزشکی اسلامی میرن پزشکی آلمانی و پزشکی انگلیسی و پزشکی آمریکایی. مردم این ریاکاری رو کاملا متوجه هستن. ولی بحران اقتصادی جنسش متفاوته، اونو با تشر و فتوا نمیشه حل کرد و کشتی اقتصاد ایرانه. ببینید هزاران نهاد مالی، تقریبا تمام بانک‌های ایران الان در حال فروپاشی هستند. اگر این بحران اندکی بیشتر ادامه پیدا کنه و مردم شروع کنن حساب‌هاشون رو از بانک‌ها خارج بکنن، این بانک سیستم بانکی کاملا فرو میپاشه. الان در آستانه فروپاشی است. قیمت ارز رو نگاه بکنید، اگر حل جدی این بحران نشه و میگم با تشر نمیشه، با سرمقاله کیهان نمیشه، با حبس کردن آقای خاتمی در خونش حل نمیشه. راهش پذیرفتن این است که کشتی رو به گل نشوندیم و همونطوری که فکر میکنم همه ما امروز به کرات گفتیم، متاسفانه بصیرت در آقای خامنه‌ای برای دیدن این واقعیت من سراغ نمیکنم. بسیار متشکرم آقای کدیور. خیلی کوتاه ممنون میشم. به هر حال یک دیالوگی ظاهرا در بسیاری در تلاش هستن که ایجاد بکنن از بخشی از حاکمیت که قاعدتا افرادی مثل مثلا شما رو اصولا به رسمیت نمیشناسن، ولی در اون طرف ماجرا در اصلاح طلبان شما امیدی به آغاز این دیالوگ دارید؟ کوتاه لطفا. ناامید نیستم، بالاخره در میون به خصوص جوانانش، بله، جوانان اصلاح طلب، جوانان سبز الان داره کاملا به سمت گفتمانی که ما شروع کردیم نزدیک میشه. سالمندان اونها و به حال میان سالهای اونها هم امیدوارم تجدید نظر بکنن و این سبزی که بهش اشاره شد رو بپذیرن و همراهی بکنن با اکثریت مردم. بسیار بسیار متشکرم. محسن کدیور، فرج سرکوهی و همینطور عباس میلانی، سپاسگزار از هر سه مهمان برنامه.